به برنامه 30 دقیقه خوش اومدید. سلام میگم به همه شما، امیدوارم که از مجموعه برنامه هایی که تا کنون برای شما تهیه کردیم راضی باشید. از طریق شماره تلفن پیامگیری که در پایین صفحه مشاهده میکنید میتونید با ما در تماس باشید، نظرات و پیشنهاداتتون رو حتما از طریق همین شماره به اطلاع ما برسونید. اما در برنامه امروز موضوعی رو که درباره اون صحبت میکنیم خانواده و سرانجام اون هست، مسئله که حتما همه ما بارها بهش فکر کردیم، خانواده و تاریخچه اون از کجا اومده، به کجا خواهد رفت، همیشه اینطور نبوده. موقعیت زنان، موقعیت مردان در خانواده و در طول تاریخ تغییر کرده و بالاخره نظام‌های اقتصادی و حتی حکومت‌ها باعث تغییرات و دگرگونی‌های زیادی در خانواده و ساختار اون شدن. اما واقعا خانواده و سرانجام اون به کجا منتهی خواهد شد در نظام سرمایه‌داری و وقتی که انسان به سرنوشت خودش حاکم شد و از شر سرمایه‌داری خلاص شد؟ این گفتگویست با مصطفی صابر، رئیس دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران که در استودیو هست کنار ما. مصطفی خیلی خوش اومدیم به برنامه ما. خیلی متشکرم. اولا خیلی خوشحالم که اینجایی و از طریق دوربین ویدئویی نمیخوایم باهات مصاحبه کنیم. من یه مقدمه گفتم و حتما شما شنیدین، دلم میخواد از اینجا شروع کنیم و بینندگان ما شاید منتظر همین باشن که یه تاریخچه کوچیک و کوتاه مختصر از خانواده در طی تاریخ. به هر حال همیشه این شکلی نبوده خانواده که الان ما میبینیم و حتما هم این شکلی نخواهد بود. بفرم. خب همونطور که خود شما هم گفتید، خانواده در طی تاریخ بشر بنا به تحولی که بشر طی کرده، خانواده هم متحول شده. و خب خانواده مگه چیه؟ بالاخره انسان یکی باید به اصطلاح زندگی خودش رو تولید بکنه، محتاج زندگی رو تولید بکنه، یکی هم باید بقای نسل داشته باشه و اینجا هست که خانواده مطرح میشه. بالاخره تولید مثل انسان‌ها و تولید خود انسان‌ها در نتیجه خیلی طبیعیه که بنا به درجه تکامل و تحولی که جوامع انسانی داشته، خانواده هم متحول شده. به طور مشخص اگر بخوایم بپردازیم، ما یه دوره‌ای رو داریم تو زندگی بشر که خب هنوز بسیار تکامل ابزار و روش‌های تولید اونقدر نیست که اضافه محصولی وجود داشته باشه. در نتیجه با یک کمونیسم اولیه، یک کمونیسم طبیعی روبرو هستیم که جامعه توش مالکیت خصوصی معنی نداره، طبقات معنی نداره، جامعه بشری به صورت اجتماعات خیلی همگون و به اصطلاح برابر و متحدی همچه حالتی زندگی میکنن و هنوز طبقات دولت به وجود نیامده. خب خانواده تو این دوره فرق داره. ما با خانواده های گروهی روبرو هستیم، ازدواج های گروهی روبرو هستیم. اصلا این حالتی که بعدن ما خانواده به اصطلاح تک سلولی رو میبینیم، خانواده هسته‌ای رو میبینیم که بعداً به وجود میاد، یا خانواده مردسالار رو میبینیم، اونجا اصلا معنی نداره. هنوز هم شما برید توی برای مثال قبایل و عشایر و یا حتی جوامعی که از اون دوره باقی موندن، شما با اشکال خیلی ابتدایی خانواده و به خصوص اشکال گروهی خانواده روبرو میشید. اما بعدن که به اصطلاح ابزار و روش‌های تولید جلو میره و اضافه محصول وجود میاد و مسئله مالکیت خصوصی مطرح میشه، یه بخشی تصاحب میکنه اون اضافه محصول بقیه آدما رو و اون کمونیسم اولیه و ابتدایی از بین میره و جاش رو به یک سری جوامع طبقاتی میده و مالک و غیر مالک معنی میشه، پیدا میشه، برده و بردهدار یا رعیت و آقا، الان هم که کارگر و سرمایه دار داریم. تو جوامع طبقاتی باز سیر تحول خانواده یه صورت دیگه ای هست. ما توی جامعه طبقاتی با مرد سالاری روبرو میشیم، با
به اصطلاح خود مرد سالاری به دنبال مالکیت خصوصی و شکل گیری طبقات به وجود میاد و خانواده هم حالت مرد سالارانه و پدر سالارانه پیدا میکنه دیگه. ما با یه دورای روبرو هستیم که اگر قبلا خانواده های گروهی بود و حتی یه دورهی به اصطلاح مادر سالاری هست که زن منشأ و مبدأ به اصطلاح تعریف هویت واسه انسان‌های دیگه است. شما از واسه اینکه پدرت معلوم نیست، واسه اینکه از منشأ مادر معلوم میشه، ولی بعداً ما با خانواده‌های پدر سالار و اشکال خیلی مرد سالارانه خانواده، پدر سالارانه خانواده روبرو میشیم که خب این بیشتر مطابق همون جوامع طبقاتی. حتی ما به جایی میرسیم که مثلا فرض کن حرمسرا رو میبینیم که فلان خان و فئودال و پادشاه تعداد زیادی زن داره و چند همسری رو با شروع هستیم که به نفع مردها. و بعدا همینطور که جلو میایم و به عصر سرمایه‌داری میرسیم که خب تو این دوره خانواده باز متحول میشه، باز مطابق محتوایی که جامعه سرمایه داری داره. خانواده بورژوایی معمولا یه جور قرارداده، مثل درست همونطور که تو بازار بورژوازی میره قرارداد میبنده واسه معاملاتش، خانواده هم بیشتر اونجوری هست که زن و مرد یه جور قراردادی میبندن. حتی تو همین دل جامعه بورژوایی باز ما با اشکالی از خانواده روبرو هستیم که قرارداد هم نیست و مبنای مادی خانواده دیگه مالکیت مرد به اون صورت نیست، بلکه خانواده های پرولتری داری که مارکس توی مانیفست میگه خانواده بورژوایی فقط واسه بورژوا هست، واسه پرولترا کارگرا فقط فقدان خانواده هست. یه جورایی خانواده به اون شکلی که مطرح میشه، چرا؟ چون که اینجا هم مرد و هم زن و هم حتی بچه ها رو میخواد بکشونه به زیر بازار کار و مستقیماً، یعنی فرد رو به مسابقه فرد میخواد بکشونه و در نتیجه خود خانواده هم الزاماً اون جایگاه تعیین کننده رو دیگه واسهش نداره. و حال رسیدیم به امروز که خب خیلی اشکال متنوعی از خانواده هست. میپردازیم حتماً به این، ولی وسط صحبتت چرا در جامعه معاصر گفته میشه خانواده سلول جامعه است؟ چرا جامعه رو با خانواده تعریف میکنن؟ من فکر میکنم راستش دوره خانواده سلول جامعه است گذشته، شاید توی مقطعی از تحول سرمایه‌داری این بیشتر مطرح بود و خب معنی خاص خودش یا اهمیت خاص خودش رو داشت. بالاخره واسه بورژوازی تولید، حالا بورژوازی بذاری کنار، تو تولید تو این جامعه باید اینجوری صورت بگیره که بالاخره هم آدمای این نسل یه بخور و نمیری داشته باشن که بتونن کار بکنن که سود بیافرینن، هم باید جایگزین خودشون رو به اصطلاح تولید بکنن واسه نسل بعدی که اونا هم بیان و سود و منفعت واسه بورژوازی تامین بکنن. این اساس اقتصاد معاصره، اساس اقتصاد معاصر بر اساس بردگی مزدی هست. خب به یه معنا شاید به اصطلاح خانواده سلول جامعه است، خب یه فانکشن های یک عملکردهای خیلی پایه‌ای رو باید انجام بده. اونم این هست که خانواده جایی هست که اولا بالاخره تر و خوش کردن کارگری که رفته کار کرده امکان پذیر هست و همینطور کارگر آینده توش پرورش داده میشه. اما به نظر من حتی این تعریف، یعنی خانواده سلول جامعه است، واسه سرمایه‌داری توی مقطع فرض کنید دهه 60 و 70 همین قرن گذشته میلادی معنی بیشتری داشت. الان تو سرمایه‌داری معاصر ما داریم می‌بینیم که چجور فرد هست مستقیما، چه زن چه مرد چه حتی بچه یعنی بچه حتی موقعی که شروع میکنه به تحصیل کردن، الان دیگه تحصیلات عالیه همش شما باید شهریه‌های سنگینی بدی و شهریه‌ای که بخوای بدی معمولا خودت باید بری وام بگیری و از پیش تو داری اون مزد بخور نمیری که بعداً بهت خواهد داد رو داری پیشفروش میکنی، داری بهشون میدی که بعداً بتونی بری درس بخونی. یعنی میخوام بگم الان دیگه همچین
خانواده سلول جامعه است هم معنی نداره به این حالتی که داره سرمایه داری پیش میره، ولی خب یه مقطعی خب معنی داشت. هنوزم بالاخره شما یه فونکسیون و یک عملکرد اساسی بشر که عبارت از تولید مثل هست رو بالاخره نمیتونی فردی انجام بدی، احتیاج به ازدواج یا رابطه جنسی داری، رابطه جنسی و زندگی مشترک داری. یعنی میخوام بگم بین خانواده و زندگی مشترک باید تمایز قائل شد. زندگی مشترک چیزیه که بشر از ابتدا هم داشته، هنوزم خواهد داشت، بعدا هم خواهد بود، ولی خانواده الزاماً یه فرم و شکلی هست که شما در هر مقطع این زندگی مشترک میدی. چیزی که الان میشه گفت اینه که بگی خانواده سلول جامعه است دیگه اونقدر زیاد چیزی نیست، جاری نیست، معنی که مثلا 40 سال 50 سال پیش میداد هم نمیده دیگه. خب حالا تو صحبتت گفتی که اشکال مختلف اقتصادی سرنوشت خانواده رو تغییر داده. در جهان معاصر ما هست که به حال عصر سرمایه داریه، چه تغییراتی تو خانواده شده و در این حال یه چیزای مشاهده‌ای هست؟ مثلا به شما به ازدواج اشاره کردین، ازدواج به اون شکل سنتیش خیلی جاها ملغا شده، یعنی قرار نیست کسی ثبت کنه، به اسم کسی بنویسن، اگر خواست رسم و سنتی رو انجام بده تمایل شخصیه. تو خیلی از کشورهای اروپایی همجنسگرایان با هم ازدواج میکنن و میتونن ثبت کنن فرزندی رو، مثلا به عنوان فرزند خوانده قبول کنن. خب رابطه مالکیت کنونی، یعنی مالکیت سرمایه داری با خانواده چی الان؟ همونطور که تو سال قبل هم سعی کردم بگم، الان ما با سرمایه داری روبرو هستیم که فرد رو به مثابه فرد سعی میکنه که مستقیما بکشونه به حیطه تسلط سرمایه و تبدیلش کنه به نیروی کار و نیروی کارش رو بخره. و وقتی نگاه میکنی، برای مثال حتی اگر خانواده، حالا کشورهای غربی رو در نظر بگیریم به عنوان پیشرفته ترین مورد سرمایه داری، خب جاهای دیگه شاید مقدار متفاوت باشه یا میشه به تفکیک در مورد اونها صحبت کرد، اما کشورهای غربی رو که اگر در نظر بگیرید، شما تو دهه 50 و 60 میلادی حتی تا دهه 70 میلادی با نوعی از خانواده روبرویی که تو اون دوره خودش فکر میکردن این دیگه چیز شکل ازلی و ابدی خانواده است و همیشه باقی خواهد موند و دوره به اصطلاح دوره طلایی سرمایه‌داری معاصر، دوره رونقی که بعد از جنگ جهانی به وجود اومد، اونجا شما با این شکل از خانواده روبرو بودی که معمولا خانواده یه نانآور داشت و معمولا مرد بود و همسر زن اون مرد به علاوه دو تا بچه تقریبا تأمین می شدن واسه تو اون خانواده با مزدی که مرد می گرفت و در نتیجه این یه مبنای اقتصادی داشت و این دوتا هم بالاخره باید نسل بعد رو تأمین می کرد و شما اون دوره می دیدی که با همون مزدی که مثلا نانآور خانواده و معمولا مرد می گیره، شهریه رو بچه ها رو میتونستی بدی، تحصیلات میتونستی بدی و تا اونجایی که بچه برسه به بازار کار همین رو میتونستی تأمین کنی. اما تو همین فاصله از دهه 67 میلادی تا حالا همین فرم خانواده که خیلی هم افتخار میشد بشه و سعی میشد که حفظ بشه، همین الان از بین رفته. شما اشکال خیلی متنوعی از خانواده میبینید. ببخشید من اشکال خیلی متنوعی از خانواده میبینید. برای مثال الان یه شکلی که بیشتر عمومیت داره خانواده های تک والدیه، یعنی معمولا خانوما زنا با یکی دو ازدواج میکنن یا اصلا بدون ازدواج یکی دو تا بچه داره و داره زندگیشو میکنه، خودش هم نانآور خانواده است. یا حتی مردایی رو میبینید که این حالت داره. خانواده تک والدی خیلی وسیع و گسترده شده، شما این شکل رو میبینید. یا این حالت که حالت سنتی که حتی میگم تو دهه 50 و 60 در مورد خانواده به اصطلاح هسته‌ای وجود داشت دیگه وجود نداره.
خب این نتایج و اثرات خیلی متنوع و متعددی داره، چه تو رابطه به اصطلاح موقعیت زن تو خانواده، موقعیت مرد تو خانواده، موقعیت بچه ها تو خانواده و کلا مناسبات آدم ها. چیزی که میخوام بگم اینه که چجور به اصطلاح پیشرفت سرمایه داری و یا نیازهای سرمایه داری خودش داره به اصطلاح سرنوشت معینی رو به خانواده تحمیل میکنه و داری میبینیم. خب یه عده‌ای دارن داد فغان میکنن که آیا خانواده از دست رفت، ارزش‌های بنیادی از دست رفت، که به نظرم خیلی جاها اینا منظورشون خانواده پدرسالاره و منظورشون از اون ارزش‌های ضد زن و پدرسالارانه است که خب خود سرمایه‌داری به درجه این رو از بین برده، بشر هم نمیخواد، دوست نداره. برای مثال فرض کنید ازدواج با همون شکل دهه 50 و 60 میلادی توی غرب وقتی میرید نگاه میکنید به قول مارکس یه جور فحشای دائمیه، یعنی خیلی جاها زن چون وارد بازار کار نیست و چون وابسته است به همون درآمدی که همسرش میاره در واقع مجبور تن بده و هیچ چاره نداره. ولی الان توی عصری که ما داریم زندگی میکنیم خب در خیلی از جوامع سرمایه داری واسه سرمایه فرق نمیکنه، زن یا مرد داره کار میکنه و استقلال اقتصادی خیلی جاها وجود داره واسه زن و زنها میتونن برن تو بازار کار کار بکنن، در نتیجه به اون بردگی که تو اون خانواده، بردگی جنسی که همون فحشای دائمی که مارکس میگه تو اون خانواده وجود داشت دیگه تن نمیدن، خیلی تأثیر داره توی موقعیت زن. تو موقعیت بچه ها هم همینطور دیگه، اون توی اون نوع خانواده خب آقایی مرد و نه فقط آقایی مرد بلکه اتوریته و تصمیم گیری والدین در مورد فرزندان خیلی شدید بود، تا جایی که گویا این والدین مالکان اون بچه هستن. به نظرم این به میزان زیادی شکسته شده و الان بچه ها استقلال حقوق خیلی بیشتری دارن، حالا نه صرفا به خاطر تحولات خانواده، به خاطر مجموعه تحولاتی که صورت گرفته. میخوام بگم وقتی نگاه میکنید گویی خانواده همینجور در سیری که داره طی میکنه گام به گام به سمت معینی سوق پیدا میکنه و این تحولاتی که توی عصر خود ما صورت گرفته، شاید خود ما اگر مقایسه بکنیم خانواده و نسل ما، نسل قبل از ما و نسل بعد از ما رو تفاوت بسیار زیادی بین اشکال خانواده میبینید تو همین 45 سال اخیر. خب حالا با توجه به وقت برنامه هم یه نکته مهم اینه که وقتی شکل مالکیت تغییر میکنه با توجه به صحبت شما شکل خانواده هم تغییر میکنه و اصلا تغییرات بنیادی میکنه. حالا اگر مالکیت حذف بشه، یعنی به صورت واقعی سوسیالیسم مستقر بشه توی جامعه، اون وقت خانواده چه موقعیتی داره؟ خب اگر خانواده تغییر خواهد کرد، بازم اگه الان در نظر بگیریم، خب الان سرمایه‌داری بازار آزاد، سرمایه‌داری جهانی، دیگه همه دنیا به حیطه سرمایه‌داری رسیده و هدف یعنی تولید بر این اساسه که چجور آدم ها رو تبدیل بکنی به نیرو کاری که بیاد خودشو بفروشه، خودشو در اختیار سرمایه قرار بده و چطور یه اضافه ارزشی تولید بکنه و سرمایه به اصطلاح انباش بکنه و متراکم بشه، این جوهر جامعه حاضر هست. خب توی اینجا خانواده هنوز یا به اصطلاح زندگی مشترک واسه انسان ها تحت تاثیر خیلی به اصطلاح عوارضی هست که لازم نیست باشه، برای مثال زن ستیزی، مرد سالاری هنوز توی این جوامع خیلی قوی هست و خیلی شدید هست. اون وقت سرکوب زنان، حمله به زنان واسه حفظ یه موقعیت سیاسی، واسه حفظ موقعیت رژیم های معینی خیلی شدید هست. برای مثال شما دارید میبینید، فرض کن کل اسلام سیاسی که الان جمهوری اسلامی 30 سال 32 سال الان سر کار هست، یه رکن
اصلی حکومتش زن ستیزی و حمله به حقوق زنا و مختنق و محروم نگه داشتن زنا بوده. یعنی داریم میبینیم اینا هم اون حالتی که من گفتم صرفا غرب رو در نظر گرفتم و یه حالت معین، ولی وقتی سرمایه داری اونطور که هست در نظر بگیرید میبینیم که چجوری به اصطلاح حمله به حقوق زنان یا مهرسالاری جزئی تعریف شده از پراتیک عملی و زندگی عملی سرمایه‌داری هست و خانواده هم اینجا خیلی مقدسه. چرا؟ چون دقیقاً همون منافع و مصالحی توی خانواده مقدس اونها حفظ میشه که دولت میخواد یا سرمایه‌داری معینی که مثلا توی ایران برقراره میخواد. برای همینه که جمهوری اسلامی اینقدر مقیده که خانواده رو حفظ بکنه و ارزش‌های مردسالارانه و اسلامی و مرتجی و ضد زن رو نگه داره. میخوام بگم توی این وضع موجودی که داریم ما با دو تمایل، با دو گرایش در وضعیت رو بریم. از یه طرف سرمایه‌داری واسه اینکه سود بیشتری تولید بکنه دائم میخواد فرد رو مورد طرف حساب خودش قرار بده و هر چه زودتر تبدیلش کنه به نیروی کار، چه زن چه مرد، و در نتیجه زمینه زیادی باز شده واسه که زنها بیان به عرصه تولید اجتماعی و روپای خودشون برسن. مطابق با این اشکال جدید از خانواده هم به وجود آمده. این یک تمایله. یک تمایل ارتجایی دیگر هم میبینیم که میخواد بعض موجود رو حفظ کنه، حتی به عقب برگردونه، مذهب و مردسالاری و اینها رو تقویت بکنه، زن ستیزی رو تقویت بکنه واسه منافع معین مقطعی که داره. خب اگر ما سرمایه، یعنی اگر مالکیت و روابط مالکیت تو جامعه که الان بر اساس سرمایه داری، بر اساس اینکه یه مالک وسایل تولید، کارخونه ها و وسایل حمل و نقل و همه چیز هستن و یه نیرو کارشون باید بفروشن، اگر این وضع می ببری، اگر به جامعه بشری تبدیل بشه که مالکیت اجتماعی بشه، همه انسان ها کار بکنن واسه جامعه به اندازه که میتونن و همه انسان ها از جامعه برداشت بکنن به اندازه که نیاز دارن، این اصل اساسی اقتصاد کمونیستی است. خب یهو کل خانواده و کل این سنت ها و کل این روابط زائدی که بر بشر تحمیل شده به خاطر مالکیت از بین میره. چیزی که باقی میمونه صرفا عشق و علاقه و تمایل آدم هاست. خصوصا تو اون جامعه شما مطمئنی که دولت، جامعه، بچه ها رو 100% ازشون حمایت میکنه، مستقل از این که تو خانواده معین به وجود اومده باشن یا اون خانواده به وجود اومده باشن، چه شکل به وجود اومده، هیچ کدوم اینا مسئله نیست. مسئله نفس خود انسانه و حرمت اون انسانه. وقتی این حالت باشه تنها چیزی که باقی میمونه حقیقتا همون زندگی مشترکه. تنها چیزی که باقی میمونه اون عشق و علاقه انسان ها با هم دیگه هن. نه دیگه پدر به بچه زور میگه، نه پدر به مادر زور میگه، نه همه اینا رخت برمیده، همه اجباره باقی نمیده، همه این اجبارها رخت با میبنده. چیزی که باقی میمونه عشق و علاقه است. چه عشق و علاقه بین زن و مرد، چه عشق و علاقه بین والدین و فرزندان، و این سرانجام واقعی اون چیزی که بهش میگن خانواده یا سرانجام اون زندگی مشترک آدم هاست. من فکر میکنم آدم ها نه فقط توی روابط اجتماعیشون واقعا آدم میشن و نسبت به هم دیگه با عشق و محبت زندگی میکنن، بلکه به طریق اولا توی روابط خصوصی خودشون هم همینطوری میشن. ما یک دقیقه به پایان برنامه داریم. من میخواستم راجع به مذهب و خانواده صحبت کنیم، فرصت نمیشه، اما دو همین وقت کوتاه، چرا مبنای زندگی مشترک و شما زن و مرد میگیریم به صورت یه چیز طبیعی نگاه میکنین، یا وقتی از عشق و علاقه صحبت میکنین آدم ها با هم عشق و علاقه دارن؟ میدونید زندگی مشترک که میگم در این حال بچه هم مد نظرم هست. بالاخره دو تا مرد نمیتونن بچه تولید کنه، دو تا زن نمیتونن بچه تولید کنن، اما خب به این مفهوم گذاشتم. به نظرم زندگی مشترک میتونه انواع و اقسام اشکال رو داشته باشه. به نظرم هیچ فرم از پیشی نمیشه تعیین کرد واسش و اشتباه است از فرم از پیشی تعیین بکنیم. اما به هر حال بحث تو چارچوب این بود که چجور همین فونکسیون، یعنی زندگی مشترک و تولید مثل آدمیزاد چه تحولاتی پیدا کرده. من بحث همین بود که سرانجام خانواده یا هر اسمی روش میذاریم، سرانجام به اینجا میرسه که اون چیزی که باقی میمونه فقط زندگی مشترکه. یعنی
آدم ها وقتی سرمایه‌داری رو از بین ببرن، وقتی مالکیت خصوصی رو از بین ببرن، وقتی جامعه آزاد بشه، وقتی انسان به سرنوشت خودش اختیار پیدا بکنه، دیگه جز زندگی مشترک چیزی نمیمونه. تنها چیزی که میشه اینه گفت اینه، ولی که حالا زن باشه مرد باشه، زن و مرد باشن، اینا رو نمیشه از کشمر. به هر حال سپاسگزارم از اینکه تو این بحث شرکت کردیم. متشکرم. خیلی ممنون از حضورتون تو استودیو. باید وقت برنامه ما به پایان رسیده، باید از خدمتون مرخص شیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، همچنان با ما باشید و ممنون از اینکه این برنامه رو همراهی کردید. سربلند و پایدار باشید.